found the version of me that killed my wife. You just missed it. Can I ask if you're currently a hologram? Yeah, hold on. قسمت سوم فصل هفتم سریال ریک اند مورتی پخش شد و خب تو این ویدیو میریم سراغ بررسیه. این قسمت در کنارش هم نگاهی میندازیم به اون ایسترگا و نکات مخفی هم که داخلش وجود داشت. و قبل از اینکه بخوایم این ویدیو رو شروع کنیم حتما یاد باشه که یه لایک به این ویدیو بدی. همونطور هم که میدونی من شاهینم، از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. بریم سراغ قسمت سوم. این قسمت جاییه که با شخصیتایی که قبلا توی فصل‌های گذشته دیده بودیم دو مرتبه میایم روبرو میشیم، از دوست دختر ریک گرفته تا این طرف هم خانم روانشناسی که باعث تغییرات بزرگی توی وجود ریک شده. یادتون باشه اولین باری که ریک میخواست برو اونو ببینتش ترجیح داد که یه خیارشور باشه، ولی خب توی جلسه روانشناسی شرکت نکنه. اتفاقاتی که اونجا افتاد و ریک خیارشوری که دیده بودیم، اولین چیزی هم که اینجا داره دیده میشه اینه که ریک واقعا یه سری تغییرات مهمی روش انجام شده. اون انقدر پیش روانشناس رفته که دیگه دکتر وانگ میدونه که خود واقعیش یه هولوگرامه و اینجا داریم میبینیم که واقعا دنبال اینه که بتونه تغییرات بزرگی توی وجود خودش ایجاد بکنه. و اون چیپسی هم که میبینی پشت صندلی میاره بیرون اشاره میکنه به سریال بریکینگ بد. حضور رئیس جمهور اینجا و نیروهایی که اون داره، اگه دقت بکنید متوجه میشید که دارن از تکنولوژی پیشرفته‌ای استفاده میکنن و اون دوربین تکچشمی که دارم و این داره نشون میده در طول سالهای مختلف این رئیس جمهور هم یه مقداری پیشرفت کرده و مثل گذشته خودش نیست و یه طورایی داره با ریک رقابت میکنه. جایی هم که میبینی ریک جواب تلفن اونو نمیده و قطع میکنه و اون پشت در اتاق سر و کلش پیدا میشه، اشاره میکنه به همون جایی که ریک به اون زنگ میزنه اون جواب نمیده و بعدا میاد بهش کمک میکنه. داره نشون میده در کنار لجبازی که با هم دیگه دارن، ولی خب یه مقداری هم با هم دیگه اوکیه. حرفایی که توی هواپیما زده میشه، جایی که مینی در مورد هیولای دریاچه نس صحبت میکنن یا یه اشاره ای هم میکنن به اون پایگاه مخفی که توی ایکس من هم وجود داشت، جایی که لوگان هم میره و کنار دریاچه بود، این هم نکته خیلی جالبی. حالا در مورد این هیولای جلوتر هم بهتون میگم که چه خبره. یه نکته ای هم که اینجا داره دیده میشه اینه که حرف از تام کروز داره میشه و عقاید سانتولوژی که اینجا میبینید بهش اشاره میکنن و میگن اون پیرو همچین اعتقاد و عقیده ایه. و در موردش بهتون بگم که این عقیده و این فرقه ای که اومده و تشکیل شده، اولین نفری که اومد این فرقه رو جلو آوردش ران هاوارد بود که اصلا نویسنده یه کتاب علمی تخیلی هم هستش و اینطوریه که این عقیده ای که الان در موردش داره صحبت میشه انقدر بزرگ شد که فرقه خودشون دارن، اونها حتی کلیساهای خودشون دارن و اعتقادشون روی این پایه است. این یه مقداری داره اشاره میکنه به اتفاقاتی که اینجا تو این قسمت هم داره میفته. شما اینجا دارید یه شهر بزرگی می‌بینید که یونیتی اومده و اونو تحت کنترل خودش گرفته. در کنارش این شهر اصلا تا یه تایمی اومده و خودمختاری هم اعلام کرده بود و اون عقایدی که خودشون دارن و اونجا دارن اجرا میکنن و یه طورایی داره اشاره میکنه دقیقا به همون فرقه‌های مختلفی که حالا وجود داره، اعتقاداتی که خودشون دارن و مسیری که فکر میکنن خودشون دارن میرن درسته. و اینجا داریم می‌بینیم که توی سریالم بهش اشاره شده. در کنارش نکته مهمتری که داره دیده میشه در مورد خود ریکه. تمرکز خیلی زیادی روی این شخصیت و تغییر رفتاری که داره به ما نشون میدن و اینکه حواسش به اینه که بتونه ریک پرایم رو پیدا کنه، اون دنبال انتقام گرفتنه و شاید این تغییراتی که دارن اینجا به ما نشون میدن در انتهای مسیر وقتی که اون به ریک پرایم برسه احتمال داره به خاطر تمام اتفاقاتی که افتاده، تمام تغییراتی که توی وجودشه، شاید بی خیال کشتن ریک پرایم بشه و ترجیح بده که اونو یه جای زندانی بکنه یا یه جوری ناقصش بکنه که دیگه نتونه این مسیر رو ادامه بده. اگه دقت کرده باشید نقش مورتی و سامر خیلی کم رنگ شده. اصلا ریک با خانواده خودش در ارتباط نیست. اون ذهن مشغولی که داره انقدر که دنبال ریک پرایم داره میگرده باعث شده که بیخیال خانوادهش بشه. در کنارش هم میدونه که اینا خانواده واقعیش نیستن، چون داستان واقعی زندگی خودش رو دیگه کاملا متوجه شده و نمیخواد از اتفاقات گذشته خودش دیگه فرار بکنه. به خاطر همین هستش که این تغییر رفتاری داره دیده میشه. ولی خب بازم تو این تغییر رفتاری که داره، کارهایی که داره انجام میده، میبینید که انتهای مسیر پشیمون از رفتار بدی که داره و سعی میکنه که یه مقداری خودش رو تغییر بده. که اینا باز داره نشون میده شخصیت ریکه که داریم میبینیم نسبت به اون شخصیت ریکه که توی فصل اول دیدیم کاملا متفاوته. و
برای شما که طرفدار مجموعه ریکن مورتی هستید، بدون شک دنبال این میگردید که یه سایت خوبی پیدا بکنید، توش اطلاعات زیادی داشته باشه، در مورد ریکن مورتی توضیحات داده باشن، شخصیت های مختلف رو معرفی کرده باشن، انجمن های بزرگ داشته باشن، بتونید با هم دیگه صحبت کنید، گای لایو بذارن و از شما هم دعوت بکنن تا این مجموعه شرکت بکنید و نظرتون در مورد قسمت های مختلف بگید یا دسترسی راحتری به قسمت هایی که پخش شده داشته باشید. برای همین بهتون سایت ریکن مورتی شو دات آی آر رو پیشنهاد میدم که یه سایت خوب و دوست داشتنی برای طرفداران مجموعه ریکن مورتی، پس میتونی بری حتما بهش یه سر بزنی، لینکش هم توی دیسکریپشن برات میذارم. وقتی وارد جایی میشیم که رئیس جمهور اینا هستن و مانیتور بزرگی داره به ما ویرژینیا رو نشون میده، یه مقداری داره اشاره میکنه به اون داستان نجات پرستی و اتفاقات مختلفی که هستش و اینکه الان داریم این اون ایالت برای خودش خودمختاری اعلام کرده و مشکل اساسی هم که این رئیس جمهوری که اینجا داریم میبینیم و سیاپوست هم از با اونجا داره اینه که اونا یه حالت نجات پرستانه دارن و نمیخوان اونو قبولش بکنن، زیاد بهش اهمیت نمیدن و این عقده‌ای که اصلی که داره به خاطر همینه و از قبلا برنامه‌ریزی همه چیزو کرده بود که ببینیم اون گنبدم درست میکنه روی اون شهر مینازه، کاملا مشخصه که از اون اولش هم نسبت به اون احساس خوبی نداشته. پیشگویی که اینجا داریم میبینیم و اون موجود فضایی میاد انجام میده برای اینکه احتمال داره که جلوتر ریک کشته بشه و یه اتفاق بعدی براش بیفته، احتمال داره که جلوتر یه جایی وسطای فصل به اون پیشگویی برسیم. ممکنه که این اتفاقی که اینجا افتاد کاملا واقعی و درست پیش بینی شده باشه. بعد از اونم داریم اینو که ریک سنگ میزنه به رئیس جمهور، روی گوشی موبایلش نگاه بکنید همون تصویر هیولای دریاچه نس رو داره بهمون نشون میده و جالبه که تصویری که داریم اینو با قلاب ماهیگیری و وسایل خیلی ساده است که مثلا اینطوری شکارش کردن، ولی از چشمای اون هیولای دریایی کاملا مشخصه که بلای بدتر سرمون اوردن و گرفتنش. اینجا که دو مرتبه داریم یونیتی رو میبینیم، بعد بهتون میگم که صدا پیشگی اون کریستان بازیگر مدمن بر عهده داره که شخصیت محبوبی هم بود توی اون سریال. و نکته مهمتری هم که داره دیده میشه اینه که اگه یادتون باشه یونیتی کسی بودش که ریکو بیخیال شد به خاطر اینکه داشت روش تاثیرات منفی میذاشت و ترجیح داد که ازش دور بشه و اینجا داریم میبینیم که برگشته بود تا جبران بکنه، ولی خب این لجبازیایی که همیشه ریک با شخصیت‌های مختلف داره باعث شد که اوضاع مقداری به هم بریزه. یونیتی کاملا اگه نگاه بکنه نظر رفتاری آدم مهربونی، مثلا ترجیح میده که کارهای مثبت انجام بده، ولی از اون دست آدم هست که سعی میکنه اعتقاد و عقیده خودش رو توی ذهن آدم های دوروبرش فرو بکنه و یه جوری مجبورشون کنه به اون که این کارو انجام بدن، که دو مرتبه داره اشاره میکنه به اون فرقای مختلفی که در موردشون صحبت کردیم. رفتاری هم که اینجا دکتر روانشناس خانوادگی ریکن داره اگه نگاه بکنه کاملا مشخصه که دست ریک و خانوادش خسته شده و ترجیح میده که دیگه یه طورایی اونا رو بذاره کنار رو بره دنبال زندگی خودش و اینجا داریم میبینیم که کاملا توی حرفاش مشخصه. توی صحنه‌ای که ریکن با رئیس جمهور درگیر میشه و اون دفترچه‌ای که دستش هم دارید نگاه میکنه که در کنار تمام سلاحی که داره اون یه سلاح خیلی ساده است شاید، ولی خب اون کاملا داره اشاره میکنه به رفراندومی که باعث میشه که بتونه رئیس جمهور رو کنار بذارن. بعدش هم که دارید میبینید اتفاقاتی که میفته، یونیتی میاد مردم شهر رو آزاد میکنه و خب اینجا میبینید که یه مقداری اشتباه دو طرفه بوده دیگه، هم ریک شب اونو نده بود همون هم برخورد خوبی باهاش نداشت. و اینجا یه نکته که باز داره دیده میشه اینه که میگم کلن این قسمت و این فصل که اصلا شروع شده تمرکز بیشتر روی تغییرات رفتاری که ریک داره گوشته و بقیه شخصیت ها رو یه مقداری کشیده به مثلا داستانهای فرعی و اینکه ما نمیتونیم مورتی رو ببینیم، یه مقداری اون جذابیت ماجرای اصلی کم که امیدوارم توی قسمت های بعدی یه مقدار نقشش پررنگتر بشه. توی صحنه بعد از تیتراژ هم اون موجی که دارید اونجا میبینید الهام گرفته شده از روی لریکینگ و این طرف هم اون شخصیتی که داریم میبینیم صدا پیشگیشو تامکنی بر عهده گرفته که قبلا توی باقسمنجی هم بودش و اینم تمام نکاتی بودش که توی این قسمت هم دیده میشد. درست ریک و مورتی مثل اون گذشته خودش یه مقداری از اون حالت مرموز بودن و پیچیدگی بودنه در اومده و دیگه مثل گذشته نیست. امیدوارم که بتونن این روند رو ادامه بدن. واقعا داره نشون میده نبود جاستین داره ضربه بزرگی حتی توی مسیر داستانی هم میزنه و در کنار اینکه اون فقط یه صدا پیشگی رو انجام میداد، مسیر داستان هم به خوبی میتونست بچین و ایده‌های جذابی داشت که اینجا دیگه اون ایده‌ها فعلا دیده نمیشه. بعد ببینیم که توی ادامه مسیر قرار تغییراتی توش به وجود بیادش یا نه. حتما نظر توری داری داخل کامنت برام بنویس، لایک و سابسکرایب و زنگولم یاد نره فعالش کنی، اینطوری میتونی به محتوای جدید خیلی راحت‌تر دسترسی پیدا بکنی، بیای توی کانال و ویدیو جدید تماشا بکنی.
و ویدیوی بررسی هم براتون بذارم اینجا در مورد اینکه تی وی ای و کی ساخته، اصلا داستان این ویکتور تاینلی که داریم میبینیم چیه، که میتونی کلیک بکنی بریم ویدیو رو هم تماشا کنی. و در مجموع دیگه حرفی هم نمونه تا ویدیوی بعد. بدرود.